سلام وقتتون بخیر امیدوارم که حال دلتون خوب باشه اخیرا یک سخنرانی انگیزشی رو میشنیدم که اون شخص سخنران انگار در کارش در شغلش در آمدش و فعالیتهاش موفقیتهایی رو کسب کرده بود این فرد اشاره می کرد به این قضیه که روزانه ما باید شکرگزاری رو انجام بدیم چرا که اگر شکرگزاری انجام نشه خدای نکرده در روز، ماه و یا سال پیش رو اتفاقات بدی گریبانگیر ما میشه وقتی که خوب نگاه میکنیم متوجه میشیم که ما روزانه داریم این کار رو انجام میدیم وقتی که مقابل خدای خودمون می ایستیم و میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یعنی اینکه اسلام این شکرگزاری رو در برنامه روزانه ما قرار داده تا اینکه همه انرژی ها و ارتعاش های مثبت رو از سمت خداوند به سمت خودمون جذب بکنیم. آری، همونطور که خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند: لئن شکرتم لازیدنكم و این کفرتم ان عذابی لشدید یعنی اینکه اگر شکرگزاری کردید نعمتهای شما فزونی خواهد یافت و زیاد خواهد شد اما اگر ناسپاس بودید با عذاب شدید من مواجه خواهید شد خدا رو شکر اولا بابت حب علی ابن ابی طالب علیه السلام که در دل تک تک ما جای گرفته و همچنین خدا رو شکر بابت این لحظات شیرین و قشنگی که همراه هم هستیم و خدا رو شکر بابت هزاران هزار نعمت دیگه الحمدلله رب العالمین باز هنگام نماز آمد از موقع راز و نیاز آمد از گوش کن میشنوان ازاینگ از ویوم این کاس خوش آهنگ از آهنگ مهربان داور ما منتظر است مو سو یاور ما منتظر است بنشینیم لبه حوز دعا بسپاریم دمی دل به خدا به به خدا کن یا تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه دارم حضور یکایی یک که شما بینندگان و همراهان با صفا و با وفا و پروپاقرس ما اول از قبل از هر چیزی میخوام که کسب اجازه کنم از حضور استاد عزیزم جناب آقای سید حسنین موسوی که در طول این سنوات همراه ایشون بودین با برنامه بربال ملائک و خدا رو شکر این اجازه رو به بنده دادند که توفیق همراهی شما نصیب بنده بشه خیلی تبریک و تهنیت عرض می کنم به مناسبت فرارسیدن ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماه شعبان و میخوام بگم که هر ماهی یک کلیدی داره که ما باید از اون استفاده کنیم ماه رجب لیلت الرقائب بود و ماه رمضان ان الله لیله القدر اما کلید ماه شعبان شب پانزدهم شعبان و یا همون نیمه شعبان هستش که معروف هست به لیلت البراد ان الله که به نحو احسن استفاده بکنیم تا سلام و عرض ادب مجدد حضور شما بینندگان عزیز و همراه برنامه بربال ملائک همطور که در جریان هستید و با هم بودیم و به اتفاق هم تلاوت کردیم آیات سوره مبارک حمد رو به همین شکل در واقع قرار شد که ما همراه هم و به اتفاق هم هر روز صفحه ای از قرآن کریم رو تلاوت بکنیم و بعد از اون در مورد آیات با همدیگه صحبتی داشته باشیم و شرح مختصری ارائه بدیم همطور که در جریان هستید ما همه نمازهایی که به جا میاریم جزء لاینفکشون سوره مبارکه همت هستش این سوره تنها سوره هست در قرآن کریم که به این شکل در اون از زبان بنده با خداوند منان صحبت میشه در خصوص این سوره سوره مبارکه حمد حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند که هیچ سوره ای به مانند سوره مبارکه حمد اینچنین مشتمل بر جوامع خیر و حکمت نمیشه و بعد حضرت در مورد این جوامع خیر و حکمت توضیح میدن و شرحی رو ارائه میدن عبارت ابتدایی سوره مبارکه حمد بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین هستش بخش ابتدایی این عبارت و این آیه الحمدلله در این قسمت همونطور که حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند حمد و سنا رو بنده اختصاص میده تنها و تنها به خداوند خودش و بعد در عبارت بعد رب العالمین در اینجا خداوند خودش رو تمجید میکنه و در واقع از خداوند خودش یک تعریف مختصری ارائه میده و از خداوند خودش یک تعریف و تمجیدی ارائه میکنه که در واقع به دنبال همون حمد و سنای خداوند هستش بعد از این عبارت الرحمن الرحیم هستش با استفاده از این عبارت بنده از رحم و رحمت و عطوفت خداوند خودش میگه و البته از معنای الرحمن الرحیم این موضوع استنباط میشه که خداوند نسبت به جمیع مخلوقات خودش بخشنده و مهربان هستند از انس گرفته تا جن و گیاه و حیوان و جاندار و بی جان. و اما آیه بعد و عبارت بعد مالک یوم الدین بنده در این قسمت مالکیت رو برای خداوند خودش اثبات میکنه و تنها به خدای خودش این رو اختصاص میده در عبارت بعد بنده میگه که یا کنعبد در این عبارت و بر اساس صحبت امام رضا علیه السلام بنده میخواد بگه که تنها خداوند خودش رو میپرسته و این پرستش و عبادت تنها و تنها برای خداوند هست و بهتر بگیم که دستش رو به سمت کسی بلند و یادراز نمی کنه و همونطور که در جریان هستید و همونطور که مستحضر هستید زمانی که ایاکه در ابتدا اومده همین تأکید رو با خودش به همراه داشته عبارت بعد ایاکه نستعین در این عبارت بنده میخواد بگه که تنها از خداوند خودش یاری میطلبه باز هم در ادامه مفهوم آیه قبل ایاکه نستعین به این معنا که تنها و تنها از خدای خودم یاری می طلبم و کسب توفیق میکنم و بعد از اینکه بنده با خداوند خودش صحبت کرد حمد و سنا رو به خداوند خودش اختصاص داد و بعد از خدای خودش تمجید به عمل آورد و هم، همه این مراحل رو طی کرد میگه که اهدنا الصراط المستقیم در اینجا بنده بعد از همه این مراحلی که عرض کردم تقاضای ارشاد راهنمایی و هدایت از خدا میکنه و در ادامه صراط الذین انعمت علیهم بنده اشاره میکنه به نعمت هایی که خداوند نسبت به اولیاء خودش روا داشته و آنچنان نعمتهایی رو از خداوند خودش طلب میکنه و اما عبارت بعد غیر المغضوب علیهم بنده تأکید میکنه که اون در واقع مجازاتی که نسبت به افرادی که مورد خشم خدا بودند از خدا میخواد که از اون در امان باشه و در ادامه ولطالین زمانی که بنده از خدای خودش میخواد که با او آنچنان رفتار کنه که با گمراهان رفتار نکرد و در واقع این رفتاری که خداوند با او خواهد داشت به یک شکلی باشه که در واقع صراط الذین انعمت علیهم باشه یعنی با بنده خودت به آن ای رفتار کن که با اولیای خودت رفتار کردی در واقع قطره ای از اون نعمت ها رو طلب میکنه بنده امیدوارم که همیشه ثابت قدم باشیم و همیشه از قاریان و عاملان به قرآن کریم باشیم ازتون میخوام که با ما از سلام و مجدد حضور یکایی که شما همراهان عزیز و گرانقدر و ارجومند ما یک مطلبی که خیلی ذهن من رو مشغول کرده میخوام خدمتون عرض بکنم بهتره بگم که میخوام درد و دل بکنم حضرت حجت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف طبق فرمایش خودشون همیشه حواسشون به ما هست و برای ما دعا میکنند که طبق فرمایش خودشون باز هم اگر برای ما دعا نمی کردند و اگر حواسشون به ما نبود ما و دنیا و زندگی و هر آنچه هست نابود میشد اما در دل من ما خیلی اوقات به خاطر ارزه ها و خدمت های خیلی کوچکتر از افراد کوچکتر ما تشکر میکنیم اما متاسفانه گاهی اوقات حواسمون نیست که یک فردی اینقدر حواسش به ما هست و برای ما خون دل میخوره و ما با اعمالمون و با رفتارمون تشکر از ایشون رو به جا نمیاریم میخوام بگم که آقا جان خیلی ممنونیم از اینکه حواستون به ما هست خیلی ممنونیم از اینکه هوای ما رو دارید الله که همیشه بتونیم این تشکر رو به جا بیاریم تا یار و یاور امام زمان خودمون باشیم اللهم عجل ولی یک الفرج از ارادت مجدد خدمت یکایی یک که شما همراهان عزیز و پرپاقرس برنامه بربال ملائک با توجه به اینکه در ماه شعبان یک اتفاق خیلی خوب یعنی ولادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام واقع شده تصمیم گرفتیم که با رساله حقوق ایشون که در مورد حقوق مختلف در این رساله صحبت میشه همراه بشیم و امروز هم روز اولی هست که قرار هست در واقع با رساله همراه بشیم و اولین حق رو امروز خدمت شما میخونیم حضرت میفرمایند که اما حق بزرگتر و یا به تعبیری بزرگترین حق خداوند این است که او را بپرستی و چیزی را شریکش ندانی و چون از روی اخلاص این کار را کردی خدا بر عهده گرفته که کار دنیا و آخرت تو را کفایت کند و آنچه از آن بخواهی برایت نگه دارد بله همونطور که خداوند متعال فرمودند که ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت ان که توفیق عبادت در وهله اول نصیب ما بشه و طاعات و عباداتمون با حضور قلب و با خلوص نیت عرض سلام و ارادت و مجدد حضور شما بینندگان و همراهان عزیز و ناب برنامه بربال ملائک امیدوارم که تا اینجا تونسته باشیم اوقات خوشی رو با هم رقم زده باشیم اما به رسم شنبه ها قرار هست که همراه بشیم با جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی تا از فضائل و مناقب حضرات معصومین علیهم السلام بشنویم و لذت ببریم حاج آقا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت ولادت با سعادت آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و انشاءالله قسمت و روزی همه عزیزان بشه کربلای معلا زیارت حضرت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیهم السلام فیما اثر و فیما اعلن و فیما بلغنی عنهم و فی ما لم یبلغنی کافران هر روز بحانه برای ایمان نیاوردنشون میتراشیدن و با وجود معجزات رسول خدا آخر کار هم باز میگفتن که تو پیغمبر نیستی با اینکه میدونید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله معصوم معجزات زیادی داشتن خداوند متعال در حمایت از رسول گرامی اسلام آیه 43 سوره مبارکه رعد را نازل فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا کسانی که مم. کافر بودند گفتن شما پیغمبر نیست. نیستی فرستاده شده از جانب خدا نیستی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم بگو کافیه که خدا بین من و شما شهادت و گواهی بده بله. و من عنده علم کتاب و کسی که علم تمام کتاب نزد اوه که کافران پیامبر رو قبول نداشتن رسول خدا دو تا شاهد بسیار قوی معرفی میکنه طبق فرمایش قرآن بله. یکی خود خداوند که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و یکی هم کسی که تمام علم کتاب نزد اوه خب یه توضیح مختصر اینجا عرض کنیم وقتی حضرت سلیمان علی نبی و علیه و علیه السلام از وجود خورشید پرستان و ملکه اونها توسط هدهد آگاهی پیدا کرد خطاب به بزرگان و سران دربارش اینطور گفت که قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی به عرشها قبل ان یاتونی مسلمین حضرت سلیمان علی نبی و علیه و السلام به درباریانشون و بزرگان اینطور فرمودن که کدوم شما قبل از اینکه این, که این خورشید پرستان تسلیم فرمان من بشن میتونید تخت فرمان روایی پادشاهشون رو برا من بیارید قال عفريت من الجن انا آتی که به یکی از جنیان و بزرگ جنیان گفت که من برای شما میارم قبل ان تقوم من مقامک قبل اینکه شما از جاد بلند و اني علیه لقوی امین من بر این کار توانا و امین هستم اگر شما به من اجازه بدی من قبل از اینکه شما از جاتون بلند بشید من برای شما تخت ملکه سبع رو میارم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که قرآن میفهمد کسی که علمی از کتاب یعنی ذره ای از علم کتاب نزد او بود گفت که من برای شما میارم این کار رو تونسته انجام بله. بله. قبل ان یرتد الیک طرفو قبل اینکه شما چشان تو باز بس بکنی بله. کمتر از چش بر هم زدنی بله. من برای شما میارم که همین رو که گفت تخت جلوی حضرت سلیمان شد یعنی این قدرت رو داشت ایشون بله این قدرت رو از کجا آورده بود با علمان. وجود علمی از کتاب علم من, البرده. من الکتاب داشت بعد قرآن میفهمد فلم ما راه مستقرا عنده وقتی حضرت سلیمان دید که تخت و عرش اون ملکه نزد ایشونه قال دامن فضل ربی ام. گفت این از توانایی این توانایی از فضل پروردگار منه که به شما داده لطف خدای من منه لیبلونی اشکر رو ام, ام. ام میخواد منو امتحان کنه ببینه به خاطر این توانایی که به شماها داده بله. و شما زیر دست من هستید دیگه آیا من شکر خدا رو میکنم یا کفران نعمت میکنم مم. و من شکر فانما یشکر النفس هر کسی شکرگزار نعمات الهی باشه این به نفع خودش عمل کرده طبعا. و من کفر فان ربی غنی کریم هر کسی کفران نعمت کنه خدا از شکر افراد بینیازه اگر ما شکرگزاری میکنیم در اصل به خودمون داریم نفع و سود میرسونیم مم. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی معصومی روایت نقل میکنه که حضرت فرمودن کسی که علمی از کتاب علم منل من الکتاب از کتاب در نزد اوست اون وسیع برادرم سلیمان ابن داود یعنی عاصف ابن برخیاست اما کسی که علم تمامی کتاب نزد اوست و شاهد و گواه بر رسالت منه او برادرم علی ابن عبی طالب صلوات الله, صلوات الله و سلامه, و سلام علیه لذا حضرت فرمودن که خداوند متعال علم و دانش رو به شش قسمت تقسیم کرده پنج قسمت اون رو فقط به علی داده به هیچ کسی دیگه ای نداد این ام. علم مختص امیر المومنینه یعنی پنج شیشم علم نزد امیر المومنینه بله. که تو این پنج قسمت هیچ کسی شریک نیو امیر المومنین بله. و یک بخش اون رو این مردم تقسیم کرده و تو اون یک قسمت یعنی اون یک شیشم بازم امیر المومنین و از همه داناتره اضافه فرمود که انا مدينه العلم علی بابها فمن اراد المدينه فلياتها من بابها. اگر کسی میخواد وارد شهر علم بشه ناچاره اصلا هیچ راهی نداره جز اینکه از باب امیرالمومنین وارد بشه لذا حضرت تمام علم نزد ایشون هست به عنوان ختم این قسمتمون این روایت از آقا امیر المومنین ارز کنم که حضرت فرمودن ما من علم الا و انا افتحه <applause> هیچ علمی نیست مگر اینکه من علی اون علم رو افتتاح کردم گشودم باز کردم بابش رو در بابه. و ما من سر الا و القائم علیه السلام یختمه هیچ سری از اون علوم نیست یعنی تمام علوم رو امیر المومنین گشودن اما اسراری داره این علوم اسرارش رو حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه الشریف شریف ختم میکنن یعنی هم برای همه نشون میدن و اسرارش رو باز میکنن <applause> الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که حضرتش رو درک بکنیم الله. من میخوام ازتون اجازه بگیرم که آجاقا یک فاصله بگیریم و بعد برمیگریم مجتبا در خدمتون خواهیم <applause> <applause> خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید خواهش میکنم از این به بعد هم همراه ما باشید همونطور که شاهد هستید در خدمت جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی هستیم با بیان و ذکر فضائل و مناقب حضرت امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام همراه باشید با ما کماکان در خدمت شما و همراه شما هستیم از قاب شبکه جهانی بیت‌العباس با برنامه بربال ملائک بدون اطلاف وقت مجددا همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلای سلام و مجدد باش در خدمتتون هستیم سلام بسم الله الرحمن الرحیم شبی آقا امیرالمومنین علیه السلام در نخلستان‌های کوفه میرفتند. متوجه شدن که از پشت سر صدای پا میاد بله حضرت ایستادن و فرمودن که من انتو شما کیا هستید که دارید منو دنبال میکنید امه. عرض کردن نحنو شیعتوک آقا ما شیعیان شما, هستن. شما هستن. حضرت نگاهی به قیافه این افراد انداختن و فرمودن لا ارا علیکم سیما الشیعه من وجه شیعه رو اون خصوصیات شیعه رو در صورت شما نمیبینم شیعیان اینطوری نیستن لذا شیعه بودن واقعا یه کار بسیار مشکلیه بله. و کسی این ادعا رو بکنه باید پاش وایسه دقیقا. که در فرمایش آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که شیعیان امیر المؤمنین حسن و حسین علیه السلام هن. شیعیان امیر المؤمنین محمد ابن ابی بکرن سلمانن مقدادن عبوزرن یه همچی شخصیت هایی بله. حالا انشاءالله ما میخوایم توی این مسیر حرکت بکنیم دیگه میخوایم انشاءالله جز شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام باشیم قطعا یک تلاشی رو میتلبه چون این افراد وقتی که در واقع ملاک شدن و در واقع پیشی گرفتن در امر شیعه بودن خب کار کمی دشوار میشه همینجوره خب در لغت داره که شیعه منشای علی هن. شیعه علی منشای کسی که دنبال رو و پیرو امیر المومنین اینا میشن شیعیان علی خب خود آقا امیر المومن علیه السلام فرمودن که شما نمیتونید نه مثل من غذا بخورید نه مثل من بپوشید اما خود حضرت خصوصیاتی رو فرمودن که ما طبق اون خصوصیات عمل بکنیم انشاءالله جز شیعیان حضرت قرار انشاءالله خب در کتاب شریف کافی جلد سوم صفحه 599 آقا هفت خصوصیت از خصوصیات شیعیان رو ذکر میکنن که روایت ان ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک آقا امام باقر علیه السلام قال امیر المومنین از جد بزرگوارشون امیر المومنین علیه السلام که فرمودن شیعتنا <applause> المتبادلون فی <applause> ولایتنا ما حالا تو این جلسه همین یه مورد رو عرض میکنیم ان جلسات بعد موارد دیگر رو چون بحث بحث خیلی مهمی ان المتبادلون فی ولایتنا ما. شیعیان ما کسانی هستند که در راه ولایت ما بذل میکنن چه چیز بذل میکنن عامه هر چیزی که خدا به اونها داده در راه ولایت ما بذل میکنن مال بذل مال دارن جان بذل جان دارن آبرو همینطور وقت همینطور هر چیزی که خدا به اونها داده در راه ولایت یعنی در راه محبت ما اهل بیت به کل مال هم دیگه هر اون همه رو بذل میکنن خب بذل شما میدونید به چه معناست بذل به این معناست که شما مالی رو بدی یا حالا جان رو بدی ولی در مقابلش هیچ توقعی نداشته باشی یعنی <تصفح> به عنوان وظیفه این کار رو انجام بدی <تصفح> وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا در راه ولایت ما اهل بیت از همه چی میگذرن و هیچ توقعی هم ندارن. ندارن یعنی اگر مجلس میگیرن خدا بهشون توفیق بده که مجلس بگیرن نمیگن چون این مجلس رو گرفتیم نتیجهش یه حاجتی میخوایم نه به عنوان وظیفه این کار انجام میدن اگر به زیارت هزارات معصومین میرن به عنوان وظیفه این کارو میکنن این شیعه واقعیه نه اینکه بگه اگر من حاجتم و داد میرم به زیارت اگر حاجتم و داد جلسه میگیرم نه به عنوان وظیفه این کار انجام میدن خب شما ببینید در طول تاریخ اسلام چه افرادی جزء شیعیان خلص امیر المومنین شمارده شدن بله. مثل قنبر چطور مایه گذاشت برای امیر مثل ابن سکیت که در تاریخ هست که چه از خودگذشتگی های این بزرگواران کردن میسم تمار اینا از شیعیان امیر المومنین هن. اگر هم ما میخوایم جزء شیعیان باشیم باید زندگی این بزرگان رو الگوی خودمون قرار بدیم سعی کنیم که تو این مسیر حرکت کنیم اینجا. گفت که در مرد رهی میان خون باید رفت پای فتاده سرنگون باید رفت <applause> این راه راه پرخطریه یعنی کسی ادعای شیعه بودن رو بکنه تموم نمیشه کار که قرآن میفرماد حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لایفتن و <applause> مردم فکر می‌کنن که ما ایمان آوردیم گفتیم امیرالمومنین قبول داریم تموم شد نه و هم خیلی سختی در آخر زمان که عرض کردیم بسیار فتنه ها سخته در روایت داره که شخص وقتی از منزل صبح بیرون میاد با ایمانه وقتی شب برمیگرده ایمانی نداره کافره و خودش هم خبر نداره, اینقدر سخته بزا فرمود که در آخر زمان باید تقواتون رو زیاد کنید هر چقدر کار خوب انجام میدید باید کار رو بیشتر بکنید هر چقدر از گناه دوری میکنید باید در آخر زمان بیشتر دوری بکنید تقوا باید بیشتر بشه با چند برابر بشه آه. چرا چون امتحان سخت داره. بله. مثل کسی که یه وقت استاد بهش میگه که خب من مثلا فردا یا جلسه بعدی امتحانی میگیرم میگن استاد جل... امتحان چطور میگه امتحان امتحان ساده ولی میگه استاد میگه امتحان خیلی سخته ها. باید چند دور کتابو بخونید اه. باید حتما کتاب کمک آموزشی هم بگیرید در آخر زمان امتحان خیلی سخته لذا باید تقوای ما خیلی زیاد باشه باید صبر ما خیلی زیاد باشه بله. آیات متعدد قرآن هم به این هم اشاره دارد لذا حضرت فرمودند که شیعیان ما کسانی هستن المتبادلون فی ولایت ما در راه ولایت ما اهل بیت بذل میکنن هر آنچه خدا به اونها داده از مال از آبرو از جان و از عمرشون من یه مورد به عنوان شاهد مثال این ارزم تقدیم کنم که این معنای المتبادلون روشن بشه نجاشی حاکم حبشه بود بله. و میدونید اولین پادشاهی که به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آورد نجاشی بود خب نجاشی کسیه که وقتی از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه بر بدنشون نماز خوندن ام. و میشه از لحاظ شرعی هم میشه که مثلا بدنی در شهر دیگه باشه فقط شرطش که رو به قبله باشن و اون آدابش رو رعایت بکنن بل. و آقا رسول الله این کارو کردن هنوز کسی هم خبردار نشده بود که نجاشی از دنیا رفته بعد ها یعنی چند روز بعد خبر آوردن که نجاشی از دنیا اما پیغمبر خدا از علمی که خدا بهشون داشت اطلاع داشتن خب یه همچین شخصیتی که پیغمبر انقدر احترامش کردن چون که نجاشی میدونید اولین کسی بود که پناه داد به مسلمان به حضرت جعفر ابن عبی طالب و مسلمان که هجرت کرد اولین مهاجرین به حبشه به اونا پناه داد و اونا را تحویل مشرکی نداد رضا پیغمبرم خیلی از ایشون به خوبی یاد میکرد در همه مواقع خب وقتی از دنیا رفت این نجاشی اوضاع حبشه به هم ریخت یه شخصیتی بود که مورد احترام بود در حبشه هر زیاد شد و به اصطلاح کودتا کردن در حبشه و طبق رسمی که بود باید پسر نجاشی پادشاه میشد اما اجازه ندادن پسرش رو بیاد یه شخص دیگه گذاشتن و پسرش رو به عنوان برده دست به دست کردن یه ظلم خیلی آشکاری کردن خب این آمد تا مکه شخصی به نام ابی نیزر پسر نجاشی اومد تو مکه و به عنوان غلام فروخته میخواست بشه یعنی گذاشتن تو بازار برده فروشا بله. خبر رسید به وجود مبارک آقا امیرالمومنین علیه السلام که پسر نجاشی به عنوان غلام داره فروخته میشه خب پیغمبر فرموده بود که عزیز هر قومی رو شما اکرام کنید عزیز نباید خار بشه اگر یه شخصی شما در اقوامتون دوستان میبینید این وضع مالیش خوب بوده حالا ورشکسته شده اینو خارش نکنید این برای خودش عزیز بوده عزت داشت حالا از چرخش روزگار اینطور شده و ما باید امتحان ماست که دست او رو بگیریم و اون رو خار زری نکنیم یا خدای نکرد اگر عالمی پاش به لغزه نباید همه اونو مسخره کنن باید, رو باید, کمکش بکنن که اون لغزش رو از بین ببره خب خبر که رسید با آقا امیر المومین حضرت پولی فرستادن فرمودن که برید سری عبی نیزر رو آزادش کنید بیارید پیش من و و همراه حضرت بر... بردن همراه خودشون به مدینه در مدینه یه مزرعی در اختیار عبی نیزر گذاشتن گفتن که این مزرعه شما مسئولش خلاصه کشت و کار و اینا هرچی میشه شما مسئول شما برای خود آقا اینجا آقایی کن دلی. و اینم مجذوب رفتار امیرالمومنین شد که آقا چطور با مهربانی و عطوفت با این رفتار میکنه خب بعد از یه مدتی در حبشه وقتی حاکمی که گذاشتن دیدن نه فقط ظلم میکنه و همه چی هرج و مرج شده بزرگانشون نشستن با هم مشورت کردن گفتن ما اشتباه کردیم حکومت رو از آل نجاشی گرفتیم اه. و باید پسرش رو میذاشتیم که مثل پدرش عادله گفتن کجا از این به سر گفتن آره اینو بردن مکه یه هیئتی رو فراهم کردن که بیاد مکه بله. و این ابی نیزر رو برگردونه به عنوان پادشاه خب اومدن مکه سوال کردن و گفتن چی شد این ابی نیزر گفتن که امیرالمومنین علیه السلام ایشون رو خریده و در مدینه ایشون رو مسئول مزرعه کرده اومدن خدمت ابی نیزر گفتن که مننت بر سر ما بگذار و برگرد به حبشه و پادشاه ما بشه ما اشتباه کردیم ابی یه جمله ای گفته که برای همه مسلمونا تا قیام قیامت درسه گفت که من بر نمیگردم عظمتی که از آقا امیر علیه السلام دیدم بزرگی که از ایشون دیدم دیگه من هیچ پادشاهی رو نمی خواهم المتبادلون فی بلاد گذشت از حکم گذشت از حکومت از گذشت پادشاهی خیلی نمی. دیگه یه موقع می بینید ما از یه وقتمون دریق میکنیم برای اهل بیت از یه آبرومون دریق میکنیم برای اهل بیت از مالمون دریغ میکنیم برای اهل بیت فرمون اکل متبادلون فی ولایتنا در راه ولایت ما بزل و بخشش میکنن هر چی که دارن نمونه واضح حضرت اون ملبنی سلام الله علیه شما ببینید بیبی بی, بی ملبنی چرا عظمت و رفعت دارن اینکه که چهار فرزندشون رو چهار پسر خدا بهشون داد هر چهار پسر رو در رکاب امام زمانشون ایشون هدیه کردن ام. و شهید شدن بله. لذا انقدر عظمت داره ما هم امروز انشاءالله سعی کنیم که در راه امام زمانمون از هر آن چیزی که میتونیم بذل بکنیم توقع هم نداشته باشیم گرچه این بزرگواران انقدر کریم هستن که سری جبران میکنن مم. اما نیت ما مهمه ما به عنوان وظیفه این کار رو انجام میدیم برای حضرات معصومین یا اینکه نه اگر حاجتمون دادن اگر مشکلمون برطرف شد این کار رو انجام میدیم شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا انشاءالله روز به روز محبت ما معرفت ما ولایت ما نسبت به حضرات معصومین بیشتر بشه خیلی ممنونم از لطفتون حاج آقا خیلی استفاده کردیم از بیانات و مطالب ارزشمندتون و همچنین خیلی ممنون و متشکریم از شما همراهان ناب برنامه بروال ملائک همطور که حاج آقا فرمودند امیدواریم که ما هم ثابت قدم باشیم و از رهروان ثابت قدم حضرت حجت امام زمانمون اجلالله تعالی فرجه و شریف باشیم خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید <متصفيق> خب خیلی ممنون و متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و خیلی ممنون و متشکریم از کارشناس محترم برنامه امروزمون امیدوارم که شما هم مثل بنده نهایت استفاده و بهره رو برده باشید اما در انتهای این قسمت از برنامه میخوام حدیثی رو تقدیم شما برادران و خواهران گرانقدرم بکنم تا اینکه فرزندان شما و نسل بعد از شما از گزند شیطان رجیم در امان باشند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان گفتند که ای علی هرگاه پسر یا دختری برایت به دنیا آمد در گوش راستش از بگو و در گوش چپش اقامه در این صورت از سمت شیطان هیچگاه گزندی شامل اونها و دچار اونها نمیشه اما باز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید الله که همه ما از گزندها و صدمه های شیطان لعین و رجیم در امان باشیم در این لحظات میخوام التماس دعا داشته باشم از محضرتون انشاءالله که همیشه حال دلتون خوب باشه تا برنامه دیگر و تا سلامی دیگر خدا یار و نگهدارتون باشه یا علی مدد